سرخط به خبرها. جنگ در بدخشان. تعداد از نیروهای طالبان با جبهه مقاومت تسلیم شدند. طالبان 20 غیر نظامی دیگر را از عبدالله خیل پنجشیر بازداشت کردند. واکنش ها به فارسی ستیزی طالبان. عطا محمد نور. با اقدام های زبان ستیزانه آتش نفرت را شدت می بخشید. و کابل یا قندهار، مرکز تصمیم گیری کجا است؟ سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. ویدیو را لایک و تا آخر این ویدیو با ما باشید. کابل یا قندهار، مرکز تصمیم گیری کجا است؟ در نخستین روزهای سلطه طالبان بر افغانستان، گمانه های از انتقال پایتخت به قندهار سر زبان ها شده بود، اما بسیار سر این مسئله خاموش شد. اکنون پس از یک سال بار دیگر این موضوع بر سر زبان ها افتاده است که قندهار مرکز تصمیم گیری و پایتخت اعلام ناشده رژیم طالبان است. شهر قندهار به لحاظ تاریخی کانون بسیاری از تحولات مهم سیاسی در افغانستان است و یکی از مهمترین پایگاه های سنتی قدرت طالبان در کشور به حساب می رود. ملا عمر، بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان، تا هنگام فروپاشی رژیم این گروه در اوایل قرن 21 در قندهار به سر برد. ملا هیبت الله آخندزاده، رهبر کنونی این گروه، نیز بر اساس ادعای طالبان در این ولایت زندگی می کند. از مهمترین دلایل زندگی رهبران طالبان در قندهار می توان از تعلق خاطر عاطفی و حوزه نفوذ این گروه با استفاده از مسیرهای ترانزیتی به پاکستان، تجارت مواد مخدر و اقتصاد مافیایی نام برد. ملا هیبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، که هنوز برداشت عمومی از چهره واقعی او نیست، در یک سال گذشته تمامی فتواها و فرمانش را از این شهر صادر کرده است. حضور رهبر طالبان در قندهار نیز نشان دهنده این است که مرکز تصمیم گیری این گروه قندهار است و در این مدت اکثریت رهبران طالبان در رفت و آمد میان کابل و قندهار روز گذراندن. در حال حاضر نیز اکثریت مقام های طالبان از چند هفته به این سو به قندهار به سر می برند و تمام تصامیم مهم در عقب درهای بسته و جلسات حلقه های خاص در مکان های ویژه با تدابیر شدید امنیتی گرفته می شود. این امر باعث شده است که حتی در کارهای روزمره مردم و ماموران دولتی که تحت مدیریت رژیم طالبان کار می کنند سکتگی زیاد به عمل آید. ماموران دولتی برای امضای اجرای معاش های ماهانه شان هفته ها و حتی ماه ها انتظار می کشند، چون اکثریت مسئولان ارشدی این گروه بیشتر در قندهار به سر می برند. معاون پیشین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان سال گذشته گفته بود که وضعیت حکومت داری در افغانستان مبهم است و تصمیم های عمده به جای کابینه در جای دیگر از ساختار طالبان گرفته می شود. ظاهرا اشاره او به حضور رهبر این گروه در قندهار بوده است. کابل و قندهار تاریخ پرمنازعه و پرشکوه طولانی دارند. این روزها که چند دستگی در میان سطوح رهبری طالبان برغم عادی جلوه دادن آنها بالا گرفته است، بیانگر این است که درانی ها بر سر اقتدار نسبت به غلجی ها دلخور به نظر می رسند و می خوان مناسبات قدرت و سیاست را به شکلی دیگر رقم بزنند. یک سالگی سلطه طالبان روایت از چند دستگی این گروه را نیز به نمایش گذاشته است. در این مدت به واضح دیده شده که دسته های مختلف میان طالبان در مورد شیوه مدیریت آنان شکل گرفته است. این امر با کشته شدن الزوایری رهبر شبکه القاعده آفتابی تر شد و این مسئله اختلاف های شدید میان سرالدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی گروه طالبان، و ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع این گروه به وجود آورده است. حقانی ها که بیشترشان غلجایی هستند بر مناطق کابل با مساحت قدیمی آن سلطه دارند و گروه ملا هیبت الله و رفیقایش که از میان تمام شاخه های این گروه ایدئولوژیک‌تر و آشتی‌ناپذیرتر با پدیده های مدرنند، تصمیم گیری در قندهار برای آنان آسانتر و با اهمیت تر از کابل است. قندهار به عنوان مرجع و مکان تصمیم گیری تاریخ را تکرار می کند.
طالبان 20 غیر نظامی دیگر را از دره عبدالله خیل پنجشیر بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند که طالبان دست کم 20 غیر نظامی دیگر را از این ولایت بازداشت کردند. به گفته این منابع، گروه طالبان تعداد از غیر نظامیان را یک شنبه شب 27 سنبله از دره عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت کرده است. منابع تصریح می کنند که طالبان این افراد را از یک نشست مردمی به گونه دست جمعی گرفتار کردند. به گفته این منابع، بزرگان دره عبدالله خیل ولسوالی دره یک شنبه شب برای تصمیم گیری در مورد دستور طالبان مبنی بر تخلیه این دره جلسه برگزار کرده بودند. گفتنی است که اوایل هفته جاری طالبان به تمام ساکنان دره عبدالله خیل ولسوالی دره پنجشیر دستور دادند تا هر چه زودتر این دره را ترک کنند. واکنش ها به فارسی ستیزی طالبان. عطا محمد نور: با اقدام های زبان ستیزانه آتش نفرت را شدت می بخشید. طالبان در ادامه حذف زبان فارسی از لوحه ها، این بار واژه دانشگاه را از لوحه ساختمان جدید دانشگاه بلخ حذف کردند. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است. شمار از کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام طالبان را فارسی ستیزی عنوان کردند. عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی شاخی نور، در واکنش خطاب به طالبان گفته است که با این اقدام های زبان ستیزانه جز آنکه آتش نفرت را شدت بخشید کار دیگر نمی تواند. آقای نور در تویت نگاشته است: اگر ستون این زبان آنقدر سست بود پیش از این فرو می ریخت. نام برده خاطر نشان کرده است که دشمنی با فارسی دشمنی با دانش و فرزانگی است. همچنان تازه جنگ در پنجشیر. یک گروه 10 نفری نیروهای امارات گروه طالبان در یفتل بدخشان ساعت 9 شب گذشته به نیروهای جبهه مقاومت تسلیم شدند بدون کدام درگیری. دستگیری 5 تن به اتهام عضویت در حزب التحریر در غزنی از سوی طالبان. منابع محلی در غزنی از بازداشت 5 تن به اتهام عضویت در حزب التحریر از سوی طالبان خبر می دهند. به گزارش سپوتنیک، منابع گفتند که این افراد روز یک شنبه 27 سنبله از سوی استخبارات طالبان در شهر غزنی دستگیر شدند و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعات در دست نیست. منابع محلی در غزنی گفتند که افراد بازداشت شده شغل آزاد داشتند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.